سلام دوستان من مرتضا کریمی هستم از وبسایت باگ نامه دات توی این قسمت از آموزش پایتونمون میخوام برم سراغ مبحث تاپل ها البته توی قسمت های قبلی کم و بیش با تاپل ها و قیافشون آشنا شدیم ولی خب کلا این قسمت ها رو میخوام اختصاص بدم به اینکه راجع به تاپل ها صحبت کنم و بیشتر باهاشون آشنا بشیم خب وی کدم رو باز میکنم و بریم سراغ درسمون ببینید تاپل ها در واقع مثل لیست یه نو دیتا تایپ هستن که مرتب هستن از اون طرف سیکوینس یا دنباله هم هستن و میتونن داخل خودشون دیتا تایپ ها و مقدارهای مختلف رو نگه دارن ولی خب یه فرقی هم با لیستا دارن اونم این که ایمیوتبل یا غیر قابل تغییرن اگه یادتون باشه ما میتونستیم مقدار لیستا رو تغییر بدیم ولی خب توی تاپل ها نمیتونیم مقدارشون رو تغییر بدیم پس در نتیجه متوت های مثل اپند یا ریموو روی تاپل ها تأثیری ندارن. حالا بریم بیشترم باشون با آشنا بشیم. مثلا اینجا من اومدم یه دونه لیست تعریف کردم حالا اینو میخوام به صورت تاپل هم تعریف کنم چی کار میکنم فقط کافیه به جای این علامت های براکت یا کروشه ای که باش لیست رو تعریف میکردم بیام از علامت پرانتز استفاده کنم خب توی اولی من یه لیست دارم که داخلش چند تا مقدار مختلف است، و همینطور یه لیست دیگه هم داخلش هست توی این متغیر دومی هم دوباره همینطوره یه تاپل تعریف کردم با استفاده از این پرانتز باز و بسته بعد داخلش چند تا مقدار گذاشتم حالا میتونم داخل تاپل ها چند تا تاپل دیگه هم تعریف کنم که در واقع میشه تاپل های تو در تو اونم که دوباره میام با پرانتز مشخص میکنم و مقادیر داخلشون رو با کاما از هم جدا میکنم این فرق ظاهریشون بود با لیستا اما تاپل ها رو یه جور دیگه هم میتونم تعریف کنم مثلا یه متغیر به اسم تی تعریف میکنم ولی خب اینجا بدون پرانتز مقادیرم و میذارم داخلش در واقع بدون پرانتز هم میتونم یه تاپل بنویسم حالا بریم اینا رو چاپ کنیم توی خروجی میبینید که اولین مقداری که چاپ میشه لیسته خب من هم اینجا یه لیست تعریف کردم ولی مقدار دوم و مقدار سوم که جفتشونم پرانتز داره تاپل هستند تاپل ها هم که میبینید میتونم به دو صورت تعریف کنم یا بدون پرانتز یا با پرانتز ولی شما با پرانتز تعریف کنید مثل اینجا چرا چون اینطوری هم راحت تر میتونید کدتون رو بخونید کد دیگران رو هم راحت تر میتونید بخونید چون به محض اینکه ها رو دیدید میتونید بفهمید که یه تاپله همینطور بعضی جاها ممکنه که پایتون وقتی اینطوری بدون یه تاپل تعریف میکنید تشخیص نده و دچار ارور بشین پس همون بهتر که بیاین برای محکم کاری هم که شده از همون مدل پرانتزدار استفاده کنید حالا این لیستم رو پاک میکنم بهش نیازی ندارم میام یه کار دیگه میکنم میبینید که هر دوتا متغیر اینجا رو میگه از نوع تاپل هستن هرچند که یکشون با پرانتز اون یکی هم بدون پرانتز تعریف شده خب به مقادیر داخل تاپل ها میتونیم به وسیله ایندکس هم دسترسی پیدا کنیم درست هم اونطور که توی لیستا بودن مثلا من از متغیر اولم میگم ایندکس چند رو چاپ کن ایندکس منفی یک رو خب این آدرس دقیقا کجا میشه؟ اول میرم سراغ ایندکس دو میشمارم کدومه؟ این صفر اینم یک اینم دو ایندکس دو در واقع این تاپل داخل اینجاست حالا از داخل اینجا گفتم چیا چاپ کن؟ ایندکس یکش رو ایندکس یکش هم میشه این بی ام وی اینجا بریم خروجی رو ببینیم توی خروجی هم میبینید که دقیقا برام درست چاپ کرده ولی حالا اگه بخوام تاپلم رو تغییر بدم اون وقت چی میشه؟ حالا این رو پاکشون میکنم نیازی ندارم مثلا میگم به جای ایندکس منفیه یه که مقدار دیگه قرار بده میبینید که به هم ارور داده و گفته که مقادیر داخل این تاپل رو نمیتونی دوباره مقداردهی کنی اساینمنت کنی چرا؟ چون تاپل ها در واقع ایمیوتبل یا تغییر ناپذیرند. خب توی قسمت های قبلی حتما دیده بودیم که می اومدم از تابع لیست استفاده میکردم و بهش یه مقدار ایتریبل ای یا قابل تکرار می دادم مثل این استیلینگی که اینجا هست و اونم به هم یه لیست میداد. حالا همین کار رو توی تاپل ها هم می انجام بدم. ولی به جای لیست می نویسم تاپل. میبینید که توی اولی اومده استرینگم رو ازش یه لیست ساخته توی دومی هم اومده از استرینگم هم یه دونه تاپل ساخته البته فقط افترینگ ها نیستن که ایترایبل هستند و خود تاپل ها و همینطور لیست هم هستن که ایترایبل هستن و میتونیم روشون یه حلقه فور بزنیم در نتیجه اینجا به جای این مقدار استرینگ میتونیم مقادیر مختلف دیگه هم بذاریم مثلا من اینجا به تابع لیستم اومدم یه تاپل دادم حالا گفتم این تاپل رو چیکار کن برام یه لیستش کن و بذارش توی این متغیر ML و برعکس حالا اینجا اومدم به این تابع تاپل یه دونه لیست دادم و گفتم بیا که این لیستم رو تبدیل به تاپل کن و بذارش داخل این متغیر MT حالا بریم چاپشون کنیم ببینیم چی میشن میبینید که اولیه تاپل بود ولی اینجا الان تبدیل به لیست شده البته این تاپل داخل اینجا هنوز تاپل مونده و تبدیل به لیست نشده که اونم مشکلی نداره چون این یه مقدار جداست من این مقدار رو به تابع لیستم ندادم که بهش بگم بیا برام از این یه لیست بساز در واقع اومدم کل این مقدار رو دادم و این تابع لیستم همین پرانتزای اول و آخرشون بینه و میاد تبدیل به لیستش میکنه دیگه کاری به این مقادیر اینجا نداره حالا اگه میگفتم بیا این مقدار رو لیستش کن خب میومد اینو لیست میکرد توی دومی هم همینطوره در واقع اومده از این لیستم یه دونه تاپل ساخته و اون مقدار داخلش هم که به صورت لیست بوده رو کاری نداره حالا بریم یکم با این دوتا متغیری که ساختم و این تاپل ها و لیست ها بازی کنیم خب چیکار کردم گفتم بیا برو توی این متغیر MT این ایندکس رو پیدا کن که میشه این حرف A کوچیکه اینجا و بعد بیا با حرف A بزرگ جایگزینش کن بعدش هم که بیا MT رو چاپ کن توی ML هم همین کار رو کردم گفتم برو این A کوچیکه اینجا رو با حرف A بزرگ جایگزین کن و بعدش هم چاپش کن حالا بریم خروجی رو ببینیم چی میشه خب میبینید که MT تغییر کرد ولی خب چرا تغییر کرد؟ چون درسته که کلش برابر یه تاپل هست ولی خب من اومدم این جز رو انتخاب کردم و گفتم که بیا این مقدارش رو تغییر بده حالا این جز هم یه دونه لیسته خب لیستان تغییر پذیرن به خاطر همین مقدارش تغییر کرد ولی خب اگه بریم سراغ ML میبینید که ما اینجا یه دونه تاپل داریم که داخل لیسته خب کل این یه لیسته و میتونه تغییر کنه ولی من اومدم این جز رو انتخاب کردم که یه دونه تاپل هست خب تاپل ها هم نمیتونن تغییر کنن در نتیجه نتونست اینجا این a کوچیک رو با ای بزرگ جایگزین کنه و به خاطر همین ارور داد خب قبلا با این دو نوع فرم مقداردهی آشنا شدین توی این اولی در واقع اومدم این مقدار رو گفتم بذار داخل این سهتا متغیر که در واقع یه مقدار یکسان میره داخل این سهتا متغیر و اگه بخوام دقیق تر بگم A و B و C هر سه دارن به این مقدار اشاره میکنن و مقدارشون یکسانه ولی توی این فرم مقداردهی که به جای مساوی اومدم از کاما استفاده کردم گفتم که اینجا سهتا متغیر دارم بیا هر کدوم از این مقدارهای داخل این لیستم رو اختصاص بده به هر کدوم از اینا مثلا 11 میره توی X 13 میره توی Y 22 میره توی Z به این چیزی که اینجا میبینید بهش میگن آنپک کردن یا باز کردن در واقع من اومدم این لیستم رو باز کردم و هر کدوم از این مقدارهای داخلش رو اختصاص دادم به ترتیب به این متغیرهایی که اینجا تعریف کردم حالا بریم خروجی رو هم ببینیم چی میشه میبینید که توی اولی هر سه تا متغیر A و B و C یه مقدار یکسان دارن همینطور هم آیدیاشون یکسانه یعنی هر سه تا این متغیر دارن به یه مقدار یکسان اشاره میکنن ولی توی دومی میبینید که x برابر 11 وای y برابر 13 و z هم برابر 22 در واقع مقداراشون دیگه یکسان نیست. آیدیاشون هم متفاوته یعنی هر کدوم از این سه تا متغیر دارن به سه تا مقدار متفاوت اشاره میکنن حالا بریم یکم بیشتر با این آن کردن یا باز کردن آشنا بشیم خب وقتی میخوام یه چیزی یا آن کنم یا بازش کنم باید یه چیز ایتریبل یا قابل تکرار باشه منم به جای این لیست میام از یه استرینگ استفاده میکنم چون استرینگ ها هم ایتریبل یا قابل تکرارند میبینید که توی اولی بازم هر ستا متغیر دارن به این استرینگ اشاره میکنن و آیدیشون هم یکسانه. ولی توی دومی پایتون اومد این استرینگ رو بازش کرد، آنپکش کرد و هر کدوم از این مقدارهای داخلش رو به ترتیب به این متغیرهای اینجا اختصاص داد. X مون شد برابر M، Y مون شد برابر S و Z مون شد برابر آی آیدیاشون هم متفاوته و نشون میده که هر کدوم از این متغیرها دارن به چند تا مقدار مختلف اشاره میکنند. حالا میتونم به جای استرینگ ها یا لیست ها بیام یه تاپل رو آنپک کنم. اولی که دوباره مثل قبل باهاش کاری ندارم ولی توی این دومی پایتون اومد این تاپل اینجا رو آن کرد بازش کرد و مقادیر داخلش رو به هر کدوم از این متغیرای اینجا اختصاص داد میبینید که سه مقدار x و y و z متفاوتن آیدیاشون هم با هم فرق داره ولی یه چیز جالب نشونتون بدم یادتونه بهتون گفتم که تاپل ها رو بدون پرانتز هم میتونیم تعریف کنیم. حالا من این دوتا پرانتز رو بر میدارم. میبینید که این عبارت الان خیلی برامون آشنا به نظر میاد. توی قسمت های قبلی هم دیده بودیم که وقتی میخواستیم چند تا متغیر توی یه خط تعریف کنیم و بهشون مقدار بدیم میومدیم از این شکل استفاده میکردیم. بله خب توی قسمت های قبلی چیز خاصی راجع به تاپل ها نمیدونستیم همینطور اسم آنپک کردن هم به گوشمون نخورده بود ولی الان میبینید که ما در واقع توی همون قسمت های قبلی که میومدیم اینطوری مقدار دهی میکردیم داشتیم از تاپل ها استفاده میکردیم و در واقع یه تاپل رو آنپک میکردیم حالا این هم اجرا کنم میبینید که خروجی مثل دفعه قبل هر کدوم از این سه تا متغیر X و Y یا Z سه تا مقدار متفاوت دارن آیدیاشون هم متفاوته خب حالا اومدم کدمون رو یکم تغییر دادم ولی خب انتظارم دارم که به ارور بر بخوریم چون اینجا سه تا متغیر متفاوت تعریف کردم ولی یه مقدار دادم پس اینجا باید به هم ارور بده بگه که اینجا کم مقدار دهی کردی باید دو تا مقدار دیگه هم بدی تا من بتونم این کار انجام بدم میبینید که همین طور هم شد و به هم ارور داد ولی خب بریم ارورش رو اینجا بخونیم که بفهمیم دقیق به همون چی گفته گفته که نمیتونم یه چیزی که ایتریبل نباشه رو آنپک کنم در واقع اینجا اینتیجر گفتم اینتیجر هم ایتریبل نیست اینجا هم بهم ارور داد گفته نمیتونم بیام اینو آنپکش کنم حالا اگه اینجا به این شکل مقدار دهی کنم در واقع اینجا یه تاپل نوشتم و خب تاپل ها هم ایتریبل هستن و میتونه اینجا مقدار دهی کنه حالا اینجا میام یه دونه تاپل دو عضوی می نویسم ببینیم چه اروری میده میدونیم که ارور میده ولی اینجا بهمون یه ارور متفاوت میده میگه که به اندازه کافی مقدار برای آنپک کردن تعریف نکردی من انتظار داشتم که اینجا سه تا مقدار باشه اینجا هم میبینید که نوشته ولی خب تو به هم دو تا مقدار دادی که اینجا هم نوشته خب اگه سه تا مقدار بهش بدم که بدون مشکل حل میشه و میره ولی خب میخوام یکم مقدارای بیشتری بهش بدم میبینید که بازم به هم ارور داده و گفته که در واقع بیش از حد مقدار دهی کردی تا من بخوام آن پکش کنم انتظار داشتم که سه تا بدی ولی خب تو چهار تا اینجا دادی دیگه بیش از حد مقدار دهی کردی خب بریم یه دو تا مثال دیگه هم ببینیم که میخوام در واقع بهتون نشون بدم قبلا با آن کردن آشنا شدیم ولی توی مثالا میخوام به جزیات بیشتری وارد بشم خب قبلا با تابع انیومریت آشنا شدیم می بهش یه مقدار ایتریبل میدادیم و اونم میومد اومد بهمون یه تاپل برمیگردون که هر ایندکسی رو با مقدارش بهمون گفته بود توی خروجی هم که میبینید همش بهمون یه تاپل برگردونده مثلا گفته ایندکس صفر برابر کاراکتر بی هست ایندکس یک برابر کاراکتر یو هست و الا آخر حالا من میخوام بیام این تاپل ها رو آنپکش کنم بازشون کنم خب چی کار میتونم بکنم؟ میتونم بیام توی همین حلقه فرم دوتا متغیر تعریف کنم قبلا با اینم آشنا شدیم که میتونیم توی حلقه فرمون چند تا متغیر تعریف کنیم حالا پایتون میاد چیکار میکنه میاد ایندکسش رو میذاره توی این متغیر ایندکس و اون مقدارش رو میذاره توی این متغیر ولیو در واقع اومدم عمل آن پک کردن و توی همین حلقه فرم انجام دادم ارور داد پاکش میکنم دوباره اجرا میکنم خب بذارین بخونم ببینم چرا دوباره داره ارور میده میگه که این اسم آیتم تعریف نشده حواسم نبود کدم رو کامل تغییر ندادم اینجا گفتم آیتم رو برام چاپ کن در حالی که اصلا آیتمی وجود نداره میگم که بیا ایندکس و ولیو رو چاپ کن حالا کدم رو اجرا میکنم می بینید که تاپل هایی که تاب Enumerate به ام تحویل میداد الان اومدن آنپک شدن ایندکسشون رفته داخل این متغیر ایندکس و مقدارشون هم رفته داخل این متغیر ولیو و من اومدم توی حلقه فور اینطوری چاپشون کردم حالا به یه فرم دیگه هم میتونم بیام این کارو بکنم اینجا میام همون آیتم رو می نویسم. بریم خروجی رو ببینیم چی میشه دقت کنید که مقدار اولی که Enumerate به برمیگردون یه تاپل بود که من گذاشتمش داخل متغیر آیتم بعد گفتم بیا این آیتم رو آنپکش کن بازش کن و مقادیرش رو به ترتیب بذار داخل ایندکس و ولیو خب بعد از آن پک کردن هم که میبینید از حالت تاپل در اومده و اینطوری شده الان دیگه اینا دوتا مقدار و متغیر جدا هستند. همینطورم هم بریم پایین تر میبینید که همین بلا سر کاراکترهای بعدی هم اومده. خب ما هم قبلا توی قسمت های قبلی با این چیزا آشنا شده بودیم با تابع انیومریت آشنا شده بودیم اولش هم استفاده کرده بودیم ولی خب نمیدونستیم به این عمل میگن آن پک کردن یا باز کردن که اونم توی این قسمت دیگه فهمیدیم حالا یه کار دیگه هم میتونستم بکنم گفتیم که تاپل ها رو میتونیم بدون پرانتز هم تعریف کنیم حالا من اینجا میام یه دونه پرانتز میذارم در واقع اینجا یه دونه تاپل نوشتم که دو تا مقدار داره این آیتم اینجا هم که خودش یه نو تاپل هست گفتم بیا مقدارهای داخل این آیتم رو بذار داخل این دوتا متغیری که اینجا تعریف کردم حالا این دوتا متغیرم رو اومدم داخل یه جفت پرانتز گذاشتم در واقع مثل همون قبلیه فقط شکلش فرق داره خروجی رو هم میبینیم میبینید که دقیقا مثل همون قبلی یکسانه ولی خب میتونستم تاپل ها رو هم با پرانتز هم بدون پرانتز بنویسم حالا توی قبلی بدون پرانتز بود ولی الان اومدم این دوتا متغیر ایندکس و ولیو رو گذاشتمشون داخل پرانتز حالا ممکنه از خودتون بپرسین که تاپل ها به چه دردی میخورن وقتی که لیستا رو داریم تغییر هم میکنن. تاپلی که تغییر نمیکنه به چه دردمون میخوره ببینید در واقع همین تغییر ناپذیر بودن تاپل ها باعث میشه که نسبت به لیستا از حافظه کمتری استفاده کنن و اینم در واقع یه مزیته چون وقتی مثلا توی برنامهمون بخوایم یه مقدارایی بزرگی تعریف کنیم که نمیخوایم تغییرشون بدیم خب میاییم از تاپل ها استفاده میکنیم که اصلا تغییر نکنند و حافظه کمتری هم اشغال کنند. حالا ممکنه یه سوال دیگه هم به ذهنتون اومده باشه اونم این که آنپک کردن به چه دردمون میخوره؟ الان بهتون میگم. خب اینجا اومدم یه دونه تاپل به اسم لپتاپ تعریف کردم داخلش هم نوشتم که این لپتاپم هم اپله مدلش هم مکبوک ایر اموانه دیویست ازش موجودی دارم قیمت هر کدومشون هم هزار دلاره. حالا میخوام بفهمم کلا چقدر سرمایه دارم میام چیکار میکنم یه ضرب ساده انجام میدم میگم بیا از توی این تاپلم ایندکس دو رو زب در ایندکس سه کن اینطوری میفهمم که کلا چقدر سرمایه دارم به هم میگه که تو الان دیوی سزار دلار سرمایه داری حالا میام اینو آنپکش میکنم الان که اومدم این تاپل لپتاپ رو آنپک پک کردم در واقع پایتون میاد مقدار اپل رو میذاره توی کمپانی مقدار مکبوک ایر اموان رو میذاره توی مدل این دیویست رو میذاره داخل اویلیبل یعنی موجودی و این هزار رو میذاره داخل پرایس یعنی قیمتش حالا من به جای این که بیام اینجا ایندکس پیدا کنم و بعد ایندکس هم رو ضرب کنم میام به راحتی دوتا متغیر رو توی هم ضرب میکنم حالا خودتون اینو با قبلی مقایسه کنین کدومشون خاناتر و راحت تر بود قشنگ دارم میگم بیا موجودی رو ضبط در قیمت کن تا من بفهمم چقدر سرمایه دارم دیگه خیلی قشنگ و مفهوم و خاناست ولی بله توی قبلیه حالا باید میرفتیم میدیدیم که حالا ایندکس دو چیه ایندکس سه چیه و بعد بیایم اونا رو توی هم ضرب کنیم اینطوری خیلی قشنگتر و خاناتر و راحتتره. و اینجاست که میبینید آن کردن توی کود نویسی تمیز چقدر مفید و به درد بخوره. خب بریم یکم راجع به که میتونیم روی تاپل ها استفاده کنیم هم حرف بزنم و این جلسه رو دیگه همینجا تمومش کنم. خب در واقع همون متوت هایی که روی لیست ها میتونستم استفاده کنم و الان توی تاپل ها هم میتونم استفاده کنم ولی اینم یادتون باشه که تاپل ها تغییر نمی کنن. در نتیجه اون متوت هایی که باعث میشن لیست ها تغییر کنن اینجا روی تاپل ها این نداره و اگه من ازشون استفاده کنم پایتون به هم ارور میده. مثلا متد کانت میومد برامون میشمرد حالا به جای اینکه بهش لیست بدم یه دونه تاپل دادم و گفتم بیا این مقدار رو بشمار ببین چند تا ازش هست میبینید که میگه یکی حالا میام از متد اپند استفاده میکنم میبینید که به هم ارور میده و میگه تاپل ها چیزی به اسم اپند اصلا ندارن یا میام از متد ریموو استفاده میکنم بازم میگه که تاپلا اصلا چیزی به اسم ریموو نداره خب تغییر ناپذیرم هستن دیگه به خاطر همین براشون ریموو یا اپند و اینا که تغییرشون میده تعریف نشده ولی حالا میام از متد ایندکس استفاده میکنم این دیگه نمیتونه تاپل هامو تغییر بده در نتیجه منم میتونم با خیال راحت ازش استفاده کنم میبینید که بدون ارور هم برام اجرا شد و جواب داد و این HTC هم گفته که توی ایندکس دو هست. یا میام از متد جوین استفاده میکنم. خب اومدم مقادیر داخل این تاپل رو با این استرینگ اینجا جوینشون کردم به هم چسبوندمشون پیوندشون دادم. میبینید که اینم برام کار کرد ارورم نداد خب این قسمت ها دیگه همینجا تمومش میکنم امیدوارم که خوب یاد گرفته باشین و فهمیده باشین توی قسمت های بعدی بازم راجبه تاپل ها بیشتر صحبت میکنم